بذات هشم بحث دیگر از کلاس های صبحگاهی مسخت کدوشین بحث داغ احترام والدین که بود اوائم وظیفه‌ای که تا ابد بر دوش فرزندان از یک نسل به نسل دیگه ادامه دار منتقل میشه. دیگران کاشتن و ما خوردیم، ما میکنیم که دیگران بخورن. احترام پدر مادر که توضیح دادیم در بحث قبلی تا چقدر به احترام خداوند مربوط میشه و ترس از پدر مادر تا چقدر به ترس از پدر مادر مربوط میشه، که در واقع یک قدرت نزدیک خونگی خداوند برای ما آفریده به نام پدر مادر، که با احترام اونها بتونیم به احترام خداوند مال آرز که بودو که در تمام دنیا احترامش مملوه دست پیدا بکنیم. پس از یک قدرت نزدیکتر به یک قدرت والاتر میرسیم. پس اگر احترام پدر مادر رو اگر شخص نتونه در تمرین موفق بشه، اگر این احترام نزدیک رو نتونه، دیگه چطور میتونه احترام خداوند رو که همچین قدرت والایی به دست بیاره؟ پس محیل الحایل از یک درجه ما به یک درجه دیگه میریم. و به ذات هشم در مسخت کدوشین این درجات رو برای ما توضیح میده که به ساده تر بتونیم اونها رو طی بکنیم. در بحث قبلی خوندیم که انسان با سه شریک به دنیا میاد، یعنی تولدش صرفا از روی یک فعل و انفعالات انسانی نیست، بلکه شرکت خداوند در این تولد، در این آفرینش همچنان شاهده و شریکه. در گمارا خوندیم تانو ربانان شلوشا شتفیم هن با آدم، که سه شریک هستن در انسان: حق و دشبار خود خداوند و آویو پدرش و ایما و مادرش. پس یعنی این شراکتی که ما داریم در موردش بحث میکنیم، اینجوری که به نظر میرسه برای تمام اونهایی که در این امر شریک هستن یک امر یا شراکت به نظر یکسان میرسه. بعدی که گفتیم خداوند میگه به همون مقدار که به من احترام میگذارید باید به اونها هم احترام بگذارید، و موقعی که به اونها احترام میگذارید مثل این که به من احترام گذاشتید. پس یعنی بزرگی خداوند میاد بیش از پیش بر ما فاش میشه که احترامی که خداوند برای پدر مادر قائله بیش از اون چیزیه که ما فکر میکنیم، که همون احترام رو در واقع خداوند از ما توقع داره. اگر خداوند یک قطب انسانی رو میاد شریک خودش میکنه و امتیاز و کردیت آفرینش و تولید نسل رو با اونها شریک میشه، اگر خداوند تا این حد برای اونها اهمیت قائله، دیگه چه برسه به من و شما؟ پس این شراکت خداوند
در واقع یک نوع احترامیه که خداوند داره برای نوع بشر، پدر مادر قائل میشه، چون اولین مسوایی که خداوند برای آدم مارشان و هر شخصی قائل میشه پرو اوروو، بارور شوید و زیاد شوید و تولید نسل و ازدواج. پس این شلوشا شدفین سه شریکی که خداوند در تولید نسل قرار داده که خداونده و پدر و مادر، در واقع داره هم از یک طرف احترام خداوند رو به پدر مادر نشون میده و از طرف دیگه وظیفه ما رو داره نسبت به احترام پدر مادر نشون میده که خداوندم به اونها احترام قائل شده و در این پروژه با اونها شریک شده، تا این حال به اونها اطمینان کرده که نام خودش رو بین اونها قرار بده. بزمن شادام خبدت عویب و ات ایما، میگه موقعی که شخص پدر مادرش رو احترام میگذاره، آمر هنگادش بارو خود خداوند اینچنین میگه معله انی علیهم که ایلو دارتی بنیهم. خداوند میگه من چنین حساب میکنم مثل این که بین آنها ساکن بودم و کبدونی و به من احترام گذاشتن. پس حضور خداوند در خانواده بسته به احترامیه که فرزندان به والدین میگذارن. میخوایم حضور خداوند رو بیشتر داشته باشیم، به خداوند همچین احساسی بدیم که بگه دارتی بنهم، مثل این که من بین اونها زندگی کردم به کبدونی و به من احترام گذاشتن. یعنی هر احترامی که ما برای پدر مادر قائل میشیم، خداوند میگه این احترام برای من قائل شدید و حضور من اونجا شاهد بود و مورد احترام قائل قرار گرفت. پس این یکی از شورتکات و میونبرهای عبادت خداوند میتونه باشه که با این که خداوند رو نمیبینیم، اما شرکا نمایندگانش رو میبینیم. با اونها کی هستن؟ پدر و مادر. یه نکته که اینجا بعدن گمارا بهش توضیح میده، ولی خوبه که الان بهش یه تذکر کنیم، و اون چیه؟ اینجا ما حتی داریم در مورد پدر مادر بی دین و آیین صحبت میکنیم، نه فقط پدر مادری که خدا ترسن، پدر مادری که مسواکارن، صدیقن، حتی پدر مادری که هیچ دین و آیین نداره، هنوز خداوند به حساب میاره احترامی که برای اون پدر مادر قائل میشیم مانند اون احترامی که برای خداوند قائل شده. پس یعنی ما راست شو بخواید اصلا با پدر مادر خودمون طرف نیستیم، ما با خداوند طرفیم. حالا این شاهراهی که ما را به خداوند میرسونه میتونه یک پل درندشت، هایوی وسیع باشه، و یا میتونه یک پل باریک باشه و یک کوچه خیلی کوچیک. همین که ما به قصر پادشاه راه یابیم، این که ما عملمون مورد تایید خداوند قرار بگیره، با رفتارمون به خداوند نزدیکتر بشیم، حالا از هر راهی میتونه باشه. پس انسان جای شکرگزاری داره که بگه خدای شکرت که یه پدر مادری سر راه من قرار دادی که من با احترام به اون پدر مادر بتونم به تو احترام بگذارم، ترس از پدر مادر بتونم از تو بترسم. پس
درجه و مقام و خدا ترسی و پاکی و طهارت پدر مادر مطرح نیست. ما اصل هدفمون احترام به خداونده، پدر مادر وسیله. اگر این اصل رو ما بتونیم رعایت بکنیم، خیلی از توقعات و انتظارات و کدورت ها و خاطراتی که منفی شخص رو از پدر مادرش دور میکنه میتونه برطرف بشه که من با پدر مادرم طرف نیستم، من با خداوند طرفم. پس در واقع همونطور که هر دونده در مسابقات یا هر ورزشکاری در مسابقات تا یک سری موانع رو، چلنج ها رو پشت سر نگذاره به درجه قهرمانی نمیرسه، واقعا اون پتانسیل و ظرفیت و استعداد و هنر و قدرت نهفتش آشکار نمیشه که این واقعا میتونه چه نوع موانعی رو پشت سر بگذاره، تو چه شرایطی هنوز میتونه قهرمانی رو نصیب خودش بکنه. همینطورم هر فرزندی در این مسابقه و یا چلنج که بود اوائم احترام والدین بسته بینه که در چه شرایطی و چه موقعیت های و در چه راه های بتونه این امر احترام پدر مادر و میسوای احترام پدر مادر رو بتونه انجام بده. و بعدا میبینیم که همونطور که آدم برای هر میسوایی باید از نظر مالی وقتی صرف بکنه، همینطور هم از نظر میسوای که بود اوائم احترام والدین. این که افراد شبات مغازشون رو میبندن ماهد و یک سری هزینه های و مخارجی و یا ضررهایی رو متحمل میشن که هنوز شباتشون ماهدشون سرجاش باشه و حلول نشه، همینطورم میسوای کبود اوائم که شخص باید اون حالت پذیرایی یک سری مخارج داشته باشه که این میسوا رو بتونه درست انجام بده و زیر پا نگذاره. پس اینجا گمارا داره به ما یک موردی که فاش میکنه اینه که ببین، لطفی که خداوند به تو کرده از هر میسوای دیگه توی میسوای که بود اوائم فرق داره. تو میسوای که بود اوائم یه آبم دست پدر مادرت دادی، مثل این که به خداوند کمک کردی. اما در میسوای دیگه هر کاری بکنی ارتباط تأثیر مستقیم با خداوند نداره، اما که بود اوائم تأثیر مستقیم و خداوند داره، به حدی که خداوند میگه که ایلو دارتی بنهم، مثل این که من بین شما زندگی کردم و اون احترامی که شما به والدینتون قائل شدید و مثل این که به من قائل شدید. این احتیاج به تمرین داره که شخص تو زندگیش حضور والدینشون مانند حضور خداوند در زندگیش تجسم بکنه و همون باعث میشه که بتونه برخای خداوند، لطف خداوند، کمک خداوند، سیت و دیشمعیا رو در زندگی خودش داشته باشه. همین که این میسوا رو کاملا بدونه از چه سورسی، از چه نقطه‌ای میاد
که واقعا اون ارتباطش با والدینش مانند ارتباط با خداوند. در گمارا توضیح میده تنیا ربی عمر گالوی و یاد علی ابن میشامر و هایه ها علم. و این در واقع رب داره این میسوای که بود اوائم به طبیعت ما انسان ها. طبیعت ما انسان ها چیه؟ که در گمارا میگه گالوی و یادو علیفنه میشامر، خیلی آشکار و واضح برای خداوند بود. کسی که میشامر رایا علام، کسی که با گفتارش دنیا رو پدید آورد. شبن مخبت ات ایمو یوتر معاویو، که موقعی که به احترام به کاوت میرسه، بن فرزند احترام مادرش رو بیشتر از پدرش داره. یعنی از نظر باز پرسونالیتی و اخلاقی ما در احترام به مادرمون بیشتر راحت‌تر انجام میدیم تا به پدرمون. آیا احترام به مادر با پدر چه فرق داره؟ اگر نظر حرف شنوایی بگیم، معمولا بچه ها که از پدرشون بهتر یا زودتر حرف شنوایی دارن تا از مادرشون. بچه رو میگه از نظر اخلاقی حتی خداوندم این رو میدونه، شبن مخبت ایما یوتر معاویب، که فرزند مادرش رو بیشتر از پدرش احترام میگذاره. چرا که اینجا داره به ما فاش میکنه که احترام منظور احساس و اون احترام قلبی درونی که ما برای افراد داریم. این که شخص نسبت به مادرش یک احساس نزدیکی بیشتر میکنه تا به پدرش، این که یک حالت احوا عشقی مادرانه مادر و فرزندی بیشتر از پدر و فرزندی است. پس یعنی خیلی موقع هست که ما از نظر اخلاقی میخوایم احترام بگذاریم اما محدودیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون احوا اون عشقی که در ما هست محدوده. پس اینجا داره به ما میگه گمارا که اگر میخوایم میسوای کبود آوائم احترام پدر مادر رو انجام بدیم، کبود احترام از احوا از عشق از علاقه میاد، از درون میاد. هرچقدر ما نسبت به چیزی احوا و عشق بیشتری داشته باشیم، نسبت به اون احترام بیشتری قائل میشیم. پس اگر میخوایم برای چیزی احترام قائل بشیم، باید ازش خوشمون بیاد، باید یک احوا و یک علاقه بینمون باشه. پس
پدر مادر اگر میخوان فرزندانشون بهشون احترام بگذارن، باید اون احساس عشق و علاقه رو در فرزندان پدید بیارن، نه اینکه با حالت فاصله و دوری دیستنس هنوز توقع داشته باشن که بچه ها احترامشون رو بگذارن. چون اگر اون عشق و علاقه نباشه احترام هم نیست، و اگر هم احترامی باشه ظاهریه نه از درون. پس برای اینکه ما احترام بچه هامون رو نسبت به خودمون جلب کنیم، اول بعد علاقه و عشق فرزندانمون رو به خودمون جلب کنیم، و این کار امروزه با وجود این همه تکنولوژی و اپ و تلفن و وبسایت های مختلف دیگه جایی برای عشق و علاقه پدر مادر نمونه. روز به روز بچه ها از خانواده، از پدر مادر دورتر میشن، بعدی که ارتباطشون با پدر مادر فقط از روی تکست یا ایمیل یا اینستاگرام یا فیس تایم، هیچ اون تماس و حوصله حضوری و شخصی رو دیگه نیست. همین که زنگی بزنیم، تکستی بکنیم، احوالی بپرسیم، خودمون رو معاف میکنیم و نزدیکیمون تا این حده. و همینطور هم عکسش، پدر مادری که فرزندانش رو با بیبی سیتر بزرگ میکنن، نه با آغوش گرم خودشون. بالاخره متاسفانه زندگی ها جوری شده که بعد هر دو سر کار برن، بعد تا اونجایی که میتونن خانواده رو سپورت بکنن، و تنها طریقی که میشه بیبی سیتر. به همین دلیل نوه ها، بچه ها به پدر بزرگ یا مادر بزرگ خودشون یه علاقه به خصوصی دارن تا به پدر مادر خودشون. چرا؟ چون پدر مادر با فرزند ارتباطش دو طرف است، که از بچه دیسیپلین، نظم، قانون، توقع، انتظار داره. با هر خوبی که پدر مادر به بچه میکنن، یک نتیجه و یک تغییر، یک ایمپروومنت، یک حالت بهتری رو از بچه توقع دارن. اما مادر بزرگ، پدر بزرگ unconditional، یک عشق نامشروط دارن بدون هیچ قید و بندی، یک طرفه، فقط میخوان علاقه و عشق نشون بدن به فرزند، به نوه. و همین چیکار میکنه؟ عشق و علاقه unconditional بلا عوض نوه رو به پدر بزرگ، مادر بزرگ بیدار میکنه. بیشتر حوصله دارن برای نوه، شاید هم بگیم خب بیشتر وقت دارن، ولی از یک دیدگاه دیگه ای نگاه میکنن. پدر مادر موقعی که خوبی به فرزند میکنه، از روی سلف اینترست، یک نفع شخصی هم اینجا مطرحه که به من چی میرسه؟ آیا حفظ آبروی من میشه؟ آیا این فردا تو زندگی من کمک میشه؟ اما پدر بزرگ، مادر بزرگ موقعی که به نوه کمک میکنن یا کار قدمی برمیدارن، هیچ نوع کلکولیشن و یا حساب و کتاب تو فکرشون ندارن که الان تو جیب من چی میره، به من چه کمکی میشه، چه نفعی برای من داره، آبروی من چطور حفظ میشه. بلا عوض، unconditional. پس بعض موقع اگر میبینیم که ضعف کی بود آواهم
ضعف احترام پدر مادر در خانواده دیده میشه، در واقع ضعف کبود آوائم نیست، ضعف احترام نیست، ضعف عشق و علاقه است که بین پدر مادر و فرزند یا بین فرزند و پدر مادر وجود داره. و چون این ضعف علاقه وجود داره، ضعف احترام وجود داره، ضعف حرف شنایی وجود داره. پس اگر در مورد پدر مادر اینجوره، آیا فکر نمیکنید در مورد خداوند هم همینجوری باشه؟ اگر میبینیم اون حرف شنایی و خدا ترسی و دنبال رویی که بعد از خداوند داشته باشیم و به اون صورت نداریم، آیا فکر نمیکنید به خاطر ضعف احترام به خداوند نیست، به خاطر ضعف علاقه و احوا و عشقی که به خداوند داریم؟ چون صرفاً به دنبال هر میسوایی و هر امری که انجام میدیم، منتظریم که همین الان جایزش رو از بالا خداوند برای ما بندازه پایین، همین الان نتیجش رو و ثمرش رو و کمکش رو از خداوند فوراً همین الان بگیریم. به قول معروف موقعی که به خداوند میرسه نسیه کار نمی کنیم، کشن کری، همین الان نقد، این میسوای رو من کردم، پس الان باید تو این کارم امروز هم موفق بشم. پس چون ما با یک حالت توقعی کاندیشنال مشروط میایم میسوای انجام میدیم، متاسفانه نفع ما اون نفع خداوند رو، سود خداوند رو از جلوی چشم ما دور میکنه و بیشتر به خاطر خودمون میسوای رو انجام بدیم تا به خاطر خداوند. و همین باعث میشه که هیچ فرصتی برای عشق خداوند در دل ما پدید نمیاد، چون بیشتر نفع خودمون مطرحه. و چون متاسفانه این احوا خوب پا نمیگیره، کاشته نمیشه، سبز نمیشه در قلب ما نسبت به خداوند، احترام خداوند نیز به اون صورت پا نمیگیره. صرفا به خاطر اینکه حس شالوم مجازات نشیم، آره یک سری مراعات میکنیم که مبادا مجازات بشیم، چیزی تو زندگی تغییر بکنه یا پیشرفتی رو یا چیزی رو از دست بدیم، برای بازم مجددا نفع شخصی ما، نه صرفا به خاطر عشق و علاقه و دیووشن و اون جان نثاری که نسبت به خداوند داریم. پس از اینجا ما زیادم بچه ها رو نمیشه مقصر دونست اگر میبینیم در انجام میسوای که بودا وائم اون پشتکار و سعی و تلاشی که باید داشته باشن رو ندارن. چه بسا خود ما بعضی موقع تو دخالت تو زندگیشون یا تو کاراشون احترام خودمون رو جلوشون میاریم پایین که دیگه علاقه به ما ندارن، چون میدونن زنگ بزنیم باز همون چغلی، شکایت، اعتراض و سخنان منفی مجددن شروع میشه و نظر ما رو نسبت به زن و بچه و اطرافیانمون امکان داره که پایین بیارن. میگن چه بهتر دوری و دوستی. پس خود ما هم پدر مادر برای این امر عشق و علاقه فرزندان به ما باید یه قدمی برداریم که اول از عشق و علاقه شروع بکنیم، بعد از احترام. نه رایده به بگیم امر میسواک گفته بعد احترام بگذاریم. ببینیم آیا بنز کافی ما فرصت عشق و علاقه پدید میاریم که احترامم
ازش کسب بکنیم. هشم کمک کنی که به زرچه میتونه به اون درجه برسیم. باروخ هشم لعولم. آمین.